خبرگزاری آسوشیتدپرس پرس می گوید با توجه به یک سری تماس های دیپلماتیک و گزارش از پیشرفت عمده در گفتگوهای غیر مستقیم یعنی آمریکا و ایران در وین به نظر می رسد طرف این به توافق نزدیک شده باشند همکارم گیتا آریان در این باره گزارش می داد. امروز در لندن تونی بلینکن و جوزف بورل مسئولان سیاست خارجی آمریکا و اتحادیه اروپا در حاشیه نشست گروه هفت در مورد مذاکرات وین تبادل نظر کردند. بنا به توییت دوشنبه بورل، نشست وزرای خارجه گروه هفت با مطرح شدن مسئله ایران و کره شمالی آغاز شد. بورل گفته باید از فرصت به دست آمده برای بازگشت هر دو طرف به توافق استفاده کرد. شنبه در پایان سومین دور جلسات کمیسیون مشترک در بیان انریک مورا معاون بورل که اداره کننده این مذاکرات هست توییت کرد که پیشرفت نسبی حاصل شد اما زمانی که به جزئیات برسند گفتگوها پیچیده تر خواهد شد همزمان شماری دیپلمات ارشد آمریکا در خاور میانه سرگرم رایزنی با رهبران کشورهای عرب خلیج فارس هستند و سناتورهای دموکرات کریس کونز و کریس مرفی که از حامیان توافق هسته یه سال 2015 هستند نیز دوشنبه در ابوظبی بودند And I think we should be prepared to... به نظر من با ایران باید در مورد بازگشت به توافق هسته ای تعامل کنیم تا راهی برای تعامل گسترده تر به همراه شرکای منطقه ای برای کاهش تنش داشته باشیم در کنگره آمریکا مخالفانی هم هستند که سعی دارند با تصویب لوایحی جلوی توافق را بگیرند زیرا معتقدند که هیئت مذاکره کننده راب مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا اهرم فشاری را که دولت دونالد ترامپ علیه ایران به وجود آورده بود با دادن امتیازهای زیادی تضعیف میکنه تونی بلنکن و دومینیک راب وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا دوشنبه در لندن ادعای ایران در مورد توافق برای تبادل زندانی رو رد کردند. اما آساشتت پرس می نویسه که این اقدام می تونه برای جلب اعتماد گامی مثبت باشه در این حال نمایندگان اسرائیل هفته پیش در واشنگتن بودند تا مخالفت و نارضایتی خودشون را از آنچه در مورد گفتگوهای وین می شنوند به دولت بایدن منتقل کنند گیتا صدای آمریکا.